جهان از نگاهی دیگر، میزگرد سیاسی، بررسی اوضاع سیاسی ایران، منطقه و جهان با حضور کارشناسان، برنامه از رادیو مانی. با درود خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی، من جهانگیر لقایی هستم. برنامه امروز رو 25 فوریه سال 2020 در رابطه با تحریم موفقیت‌آمیزی که مردم ایران در رابطه با انتخابات به اصطلاح مجلس شورای اسلامی کردن موضوع امروز بحث ماست. اما قبل از این، خب همه هممیهنان و تمام جهانیان میدونن که مسئله کرونا امروز یک مسئله عادی شده، به خصوص در کشور ما. این مسئله تا حالا متاسفانه و با نهایت تأسف تعدادی هموطنان ما جانشون رو از دست دادن و به دلیل عدم مدیریت درست و بی‌کفایتی رژیم که در تمام زمینه ها هست، نه تنها در این زمینه، این مسئله رو جدی نگرفت و اصولا اینها هیچ مسئله‌ای رو جدی نمی‌گیرن و باعث شد که این در واقع ویروس که میشد کنترلش بکنن، حالا عمدن، سهواً و به دلیل، به هر دلیلی، میشه گفت که تقریبا بعد از چین بیشترین مریضی، گویی که اینا آمار اعلام نمی کنن، در ایران هست و حتی بنا به گزارش های تایید شده ای که از طرف در واقع سازمان هواپیمایی جهانی هست، با اینکه شرکت هواپیمایی ماهان قرار بوده از اون تاریخی که مسئله کرونا جدی شد اونجا پرواز نکنه، 55 پرواز به 4 شهر چین رفت و برگشت داشته و خود همین این مسئله میدونید چه فاجعه‌ای به بار میاره. مضافاً بر این که تمام اجناس چینی هنوز داره به ایران وارد میشه، در حالی که بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته، اجناس چینی رو هم ممنوع کردن ورودش رو، علاوه بر این که حالا مسافران بیان. و خب این مسئله در ایران به این شکل اتفاق افتاده و این واقعاً تأسف‌آوره و فقط میشود گفت که نقش خود مردم هست در رابطه با پیشگیری حداقل که بتونن تلاشی بکنن که این مسئله لااقل تخفیف پیدا بکنه. خب موضوع امروز مسئله تحریم انتخابات بود که به وسیله مردم واقعا صورت گرفت. هنوز آمار دقیقی نیست، ولی اون چی که مسلمه نمیتونه بیش از 15% در کل ایران در این انتخابات شرکت کرده باشن. میشه گفت روز بعد از انتخابات دو خبرگزاری، ایسنا و ایرنا، که هر دو وابسته به حکومت هستن و سپاه پاسداران، رقم 20% رو اعلام کردن روز شنبه 3 اسفند، یعنی یک روز بعد از انتخابات. به هر حال بعد از 3 روز گفتگو و چانه‌زنی هیئت دولت و هیئت حاکمه و مجموعه سران رژیم، رسیدن به رقم 42%، که خب این برای مردم روشن هست که غیر واقعیه، ولی اون چی که مسلم هست، بیش از 80% مردم ایران رأی نه رو به این رژیم دادن، گویی اینکه این رأی نه به طور قاطع و حتی از
دی ماه سال 96 شروع شده بود. خب صحبت امروز رو با آقای دستمالچی، پرویز دستمالچی شروع میکنیم، دیگه معرفی لازم نیست. من جناب دستمالچی، نظر شما رو در این زمینه میخواستم که این تحریمی که مردم در انتخابات کردن اثراتش چه خواهد شد و بعد از این چه باید کرد و چه چیزی رو باید پیش برد و چه چیزهایی رو باید پیش برد؟ جناب لقایی، با سلام به شما و میهمان گرامی دیگر جناب سلیمی و بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تلویزیون مانی، اجازه بدید منم یه چند کلمه ای ابتدا درباره این بیماری کرونا و مدیریت جمهوری اسلامی کوتاه صحبت بکنم، برای اینکه شما در ظرف همین یکی دو روز گذشته میبینید که مسئله ای رو که فکر میکنم مدت زیادی، حداقل دو هفته ای در ایران دربارش سکوت باید کرده باشند، هرچند که اطلاعات دقیق تری داشتند، و اینکه امروز شما میبینید مقامات ارشد نظام، از جمله مثلا فرض کنید که آقای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یا معاون وزیر بهداشت و غیره میان و میگن که اینها کرونا مریض شدن، کرونا دارن و احتمال مرگشون هست و اینها، و با توجه به اینکه اینا از مقاماتی هستن، در رده هایی هستن که نسبت به سایر مردم از امکانات بهداشتی و بهداری به مراتب بهتری برخوردار هستند، و این صحبت هایی رو که مثلا نماینده قوم اومده در مجلس میگه در قوم 20-50 نفر فوت کردن و من لیستشو به وزیر بهداری دادم، و اون میاد انکار میکنه و اصلا هیچ منبعی که گزارش رسمی بده که این وضع به هر حال چگونه است مشخص نیست. هر کی میاد یه حرفی میزنه، یکی میگه 10 نفر فوت کردن، یکی میگه 20 نفر فوت کردن، یکی میگه فقط در قوم فقط 50 نفر فوت کردن، بعد بیماری یکی در گیلانه، یکی در عراق، یکی در قوم، یکی در تهرانه. اینها نشانه های گسترش این مسئله است، و اینکه حکومتگران باز هم به دلایل که مربوط به حفظ قدرت هست و ریای ذاتی و دروغگویی ذاتی که در اینا هست، واقعیت رو نگفتن و مدیریت بد و غلط هم بهش اضافه بکنید، و این میتواند در ایران تبدیل به یک فاجعه ملی بشه. اگر شما باید توجه داشته باشید که اگر در قوم این ویروس وجود داشته، با وجود این در سراسر ایران و از جمله در قوم مردم رو به نماز جمعه ها بردن، مردم رو به اجازه دادن که برن در اجتماعات و در حرم معصومه، حضرت معصومه اونجا مثلا برن ذریح رو ببوسن و غیره کنن، اینها میتواند تا حتی مرز عمدی کشتن مردم پیش بره. یعنی حداقل در جوامع اروپایی و مدرن، تجربه رو که ما داریم از وظایف دولت، مسئولیت دولت، و موقعی که یه همچین خطاهایی انجام میره، مسئولین رو فوری، مقامات رو در برابر دادگاه قرار میدن، دادستانی فوری فعال میشه که چرا چنین کردن و چنین شد و اینها. خب در جمهوری اسلامی از این خبرها اصلا شک، منو شک برمیداره، علاوه بر ناتوانی ها، علاوه بر دروغگویی ها، علاوه بر تغییر کردن ها به دلایل مسئله سیاسی امنیتی و غیره،
من اصلا شک میکنم با توجه به 40 سال تجربه جمهوری اسلامی که اینها به راحتی آدم کشتن، به راحتی هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کردن، به راحتی در جاهای دیگه دست به جنایت زدن، از قبل از قدرت گرفتن انقلاب اسلامی در سینما رکس 400 نفر رو کشتن، 10,000 زندانی سیاسی ایران رو به قتل رسوندن و غیره. در همین آبان ماه حالا ارقام از 1500 تا 4,811 نفر میره. خب اینا بعید نیست که فکر کرده باشن با خودشون که اشکالی نداره عده‌ای در ایران کشته بشن با این ویروس کرونا، اما افکار و اذهانشون منحرف بشه از شکستی رو که جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری در انتخابات و یا همین تحریم فاتف، این سازمان کنترل پولشویی و کمک به تروریسم جهانی، اینها خب اینا مشکلات بسیار بزرگی هست در این زمان، در این زمینه که جمهوری اسلامی باشون روبروه. شاید برای منحرف کردن افکار عمومی از این مشکلات، از این و این شکستی رو که جمهوری اسلامی خورده عمدن میکنن این کار رو، برای اینکه با هیچ عقل و منطقی نمیخوره که با سلامت مردم این چنین بازی بکنن که مردم گرفتار این مسئله بشن و فعلا به طور موقتی فکرشون از این شکست جمهوری اسلامی و یا تحریم‌های جدید منحرف بشه. اما اگر اجازه بدید حتما آقای سلیمی هم توی این زمینه میخواد صحبت بکنه، بعد میان روی مسئله تحریم انتخابات. شما به نکات خوبی اشاره کردید که اصلا ممکن است عمدی باشه یا حالا. خب آقای سلیمی شما هم کوتاه، چون به هر حال در این رابطه صحبتی خواهید داشت و یا نظراتی. آقای دستمالچی گفتن، حالا شما توی این زمینه اگر صحبتی دارید بفرمایید و بعد بریم روی مسئله تحریم انتخابات به وسیله مردم. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم به شما جناب لقایی، درود و سلام به آقای دستمالچی عزیز، سپاس میگم به دوست محترم جناب مانی. خب نکات مهمی از سوی جناب دستمالچی گفته شد، ضمن اینکه من کوتاه عرض کنم جمهوری اسلامی به خاطر یکی از دلایل گسترش این حد در حد رقتانگیزی گسترش شیوع بیماری کرونا، روابط اقتصادی بود که ایران با چین داشت و این روابط خب شما میدونید که ما حجم مبادلات ما، صادرات و واردات ما، عمدتاً واردات ما از چین به همچنان در مرز حدود 8 میلیارد در سراسر سال 2019 مانده و به خاطر اینکه کشورهای دیگر با ما مبادلات تجاریشون رو کم کرده بودن، چین بود، همین امارات بود، ترکیه بود، عراق و افغانستان، کشورهای دیگر اهمیت کمتری داشتن. وقتی که این جریان عظیم شیوع بیماری در چین پیش رفت، ایران وابسته بود به چین و من گزارشی خب شما حتما دارید که در عرض 3 هفته ای که ممنوعیت پرواز بود، ماهان حدود 55 پرواز داشته چین و هر یک از این، همین که میگن که تمام در و صندلی های ماهان آلوده است و اینکه بسیار این صحبت این 700 روحانی که شاید 4 نفرشون در این مدت رفتن و اومدن، ملایی که در قم بودن، اینا همه شوخی است. واقعیت اینه که اجناسی که از چین به ایران می آمد، وارداتی که است، امروز خب مشخص شده که تا چند روز این ویروس روی تمامی این مواد خوراکی و مواد صنعتی که در به هر حال در جاهای گوناگون مردم باش در تماس بودن، در صنایع ما، در مصرف روزانه ما، در همه جا این ویروس در واقع وارد شد. غیر از این که حالا جمعیتی که مردمی که در واقع این رو ناقلش بودند هم این رفت آمدها اون رو وارد کرد، در حالی که ما از
همون ایالتی که حدود 30 میلیون جمعیت داشت، اونها اونجا رو قرنطینه کرده بودن و چین ایالت‌های دیگر رو خودش رو تا حدودی به هر حال از آسیب پذیری جلوش گرفته بود، ولی به خاطر روابط اقتصادی و عمدی که اینها داشتن، اینها حتی اعلام میکردن که ما با چین داریم کمک میکنیم، یعنی ابتذال، یعنی تخریب، یعنی تاراج، یعنی جنایت. اینها در واقع تا قبل از اونم آگاهانه خب آقای اسلامچی اشاره کردن، اینها این رو خاموش نگه داشتن. ابعاد یک این که ابعاد در واقع روابط ما، وابستگی شدید ما به چین سبب این شد که ما تا این حد آلودگی در کشور ما بالاست و این دیگه احتیاج نداره که اینا عمدن هم جنایتکار هستن. درسته تاراج و تخریب و جنایت با هم بود، امروز میزان در واقع این گستردگیش یک فاجعه ای هست و این فاجعه رو بیشتر از هر چیزی به نظر میاد که خب امروز تیم بهداشت جهانی، تیم کارشناسانش، ناظرانش امروز به تهران وارد شد. اینها تیم امدادرسانش نیستن. نظارت رو اول باید ببینن که در چه حدی اصلا ایران در این مسائل رو نگاه میکنه، در چه حدی اصلا اعتقاد داره اون تیم ناظران بهداشت جهانی مثل هر ناظر دیگری، کسی که از FATF در واقع حراسی نداره، خب ناظران بهداشت جهانی هم بیان چیزی بگند. ولی با این همه فشار دنیا در شرایط قانونی به ایران و اینکه این استانداردها رو باید رعایت بکنه و بقیه ماجراهایی که در کشور است، به نظر میاد که یه بحثی باید همچنان در کشور ما، اونهایی که آقای دسمالچی اشاره کردن، اونهایی که خودشون عاملان اصلی قسمت‌های درمانی و بهداشت و جلوگیری هستن، اینها خودشون هم آلوده هستن. یک چیز اینجا میمونه، ما این مردم هم که امروز باید بلند شد و اینکه این چگونه این یک چیز نگاه شعاری نیست، بلکه این در واقع انسانهایی که فنسالارانی هستن و اونهایی که دلسوز این کشور هستن، مسئولان، شهروندانی که مسئولیت و از نگاه انسانی به هر حال به این جریان نگاه میکنن، دانششون و دلسوزی و تعهدشون بیشتر از به هر حال اونهایی هست که در مأموریت ها و مسئولیت ها هستن. و امروز به نظر میاد که مردم باید خودشون بلند شد، مثل جریان و زلزله، مثل جریان و سیل هایی که به هر حال جوانان دست بالا زدن. این یک پیچیدگی دیگه هم داره که واقعیت اینه که فقط همت عالی نمیخواد، بلکه دانش میخواد و حساسیت های زیادی میخواد و زمین گذشت. اگر هم برن مردم ما برن توی خانه هاشون، باید برن به حالا صبح برن یه نونی بخرن، یه دارویی بخرن، هر جا برن اگر درون خانه هاشون برن، در واقع این یک نوع حالتی هست که شاید این قرنطینه ها درسته، ولی این قرنطینه در کشوری درسته. در چین این قرنطینه رو میتونستن، در واقع یک دولت قوی دارند که گاهی دیسیپلین آهنین داره، در کشور ما این نیست. نحوه مبارزه با این جریان، حتی نگاه به قرنطینه در کشور ما هم یک ابعاد دیگه ای داره. باید این مسئله رو کارشناسان ما، پزشکان ما، جامعه شناسان ما و پولیتولوگا، کسانی که با سیاست در ایران مشغول هستند و این حاکمیت رو میشناسند، تیم هایی باید هرچی زودتر، چون اینکه امر به قرنطینه گفتن اینها هم در واقع هیچ کمکی نمی کنه. در جامعه ما باید یک سطح هایی، اون هم از نه از بالا بلکه در سطح مردم شکل بگیره که این واحد های خودگردان که واقعا نگاه هم نگاه پزشکی مسئولانه و هر حال دلسوزانه دارند، هم نگاه امدادگرانه دارند، هم نگاه در واقع کارشناسانه به جامعه ما دارند و اینکه یک ترکیبی باشه که بتونن واقعا حداقل های زندگی، چون در کشور ما اگر بگیم مردم برن خونهاشون بر اثر فقر و نبود ویتامین جسمشون از بین میرن، در جامعه ما فقر داره بیداد میکنه. از اون سو در واقع اینهایی که برن خونه هاشون یک عده میگن باید قرنطینه بشه. این قرنطینه در کشور اونجا که توی چین شما میبینید که رابوتایی هستن که ماشینایی هستن که میبرن وسایل رو میذارن در و در یا در اون محله مربوطه، نان ماشینی هست، آزوده هست، گوشت هست که مردم، کسانی از اونها که بیمار نیستند میان برمیدارن. این فیلم ها رو الان ما میبینیم، اینا واقعی است. کجای ما در کشور ما؟ ما ماسک نداریم. بنابراین باید دید که این حتی امر قرنطینه در کشور ما باید به چه گونه ای پیش بره. این رو کسی جز در واقع هم کسانی که پزشکان و داروسازان و جامعه شناسان هستند و جوانانی که از دانشگاه های روز به هر حال به شهرهاشون، به استانهاشون رفتن، همراه با جوانان و دانش آموزی که آگاه هستند، به هر حال اینا که نمیتونن برن تو خونه هاشون بخوابن. از اون برم نمیشه شعاری به اینها گفت. اینجا سیل و زلزله نیست که
فقط آستین بالا بزنن برن کار بکنن. اینا باید ماسک داشته باشن، باید امکاناتی داشته باشن، باید عوض و گردان بشن، باید امکانات بیمارستانی رو به هر حال در اختیار این خودشون بگیرن. ولی ما چیزی نداریم، ما باید از بلند شیم به مردم، ما باید در این زمینه اون هم نه به شکل شعاری، واقعا باید کوشش بکنیم که از اگر از دست ما از خارج فکرهایی میرسه، نگاههایی میرسه، بدون اینکه شعارگونه برخورد بکنیم. من این رو عرض میکنم که در شرایط کنونی جان ملت ایران در خطر هست. اگر در زمان مشروطیت تیفوس و وبا و سیل مردم رو واقعا مثل برگ خزان به زمین میریخت، امروز یه ویروس داره از ملت ایران انتقام میگیره. این البته چیزی نیست که در درون پادگان ها این هم میره، در درون ارتش این هم میره، در درون سپاه این هم میره. و اینکه به هر حال ما در وضعیتی هستیم که هر چه بیشتر باید در این زمینه یک نوع دیالوگ عمومی، دیالوگ ملی صورت بگیره. دلسوزان باید در این زمینه فکر بکنن، باید نگاه در واقع به جامعه ما یک نگاه پرگماتیش باشه که همه چیز رو به این اول این بحث هست، میدونیم که دیر شده چون بخش بزرگی از ملت آلوده هستند به این بیماری و این ویروس، ولی این بحث باید حتما به سمت یک دیالوگ ملی کشیده بشه. همه اونهایی که دلسوز این هستند به تمامی اشکالی که ممکن هست باید به کمک ملت ما بشه. مرسی، خیلی ممنون. به هر حال هر دوی شما مطالب بسیار خوبی رو گفتید و واقعا این مسئله داره تبدیل میشه به یه فاجعه ملی و من فقط باید امیدوار بود که چه باید کرد و چه راه حلی باید پیدا بشه، شاید از طریق سازمان‌های بین‌المللی و یعنی اون رژیم که هممون میدونیم با توجه به شرایط فعلی نه اصلا اینها اهلش بودن هیچ وقت در هیچ زمینه و نه اینکه مدیریت شده. خب آقای دستمالچی، برگردیم به موضوع تحریم انتخابات به وسیله مردم. یعنی جامعه ایران به هر حال گو اینکه کمی دیر بود بعد از 41 سال، ولی خب به اینجا رسید که دیگر ماوین بد و بدتر و یا اینکه تصوری بکند که ممکن است از درون این رژیم حتی به اندازه یک گام هم بشود اصلاحاتی کرد، از این بیش از 2 سالی که گذر کرده و برای اولین بار در این انتخابات این رو نشون داد. حالا اولا تحلیل شما و نظر شما در این زمینه چی هست و بعد از این پیشبینی شما یا نظر شما در رابطه با گام بعدی یا گام‌های بعد چه خواهد بود؟ ببینید، این مسئله تحریم انتخابات رو از چند زاویه متفاوت باید بهش نگاه کرد چون همشون دارای اهمیت بسیار بالایی هست. یک جنبش این استش که در انتخابات اخیر انتخابات میان دوره‌ای شورای خبرگان رهبری هم بود، ولی حکومتگران انقدر از این مسئله ترس داشتن چون مسئله انتخاب مجتهدان برای شورای خبرگان رهبریه، یعنی انتخاب افرادی است که رهبر رو انتخاب میکنن. حتی خود حکومت هم از مسئله این تجمیع انتخابات و اینکه در این در دوم اسفند مردم نمایندگان میان دوره شورای خبرگان رهبری رو انتخاب خواهند کرد اصلا حرفی نزد، برای اینکه میدونست موقعی که مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نمی کنند، در نتیجه در انتخابات شورای خبرگان رهبری هم شرکت نمی کنند، مشروعیت و یا حقانیت خود شورای خبرگان رهبری که رهبر را انتخاب می کند یا کشف می کند و یا منتصب می کند، خود اونم زیر علامت سوال میره. نه تنها مسئله مجلس شورای اسلام، به این مسئله هم باید توجه ویژه کرد که مردم در واقع
به شورای خبرگان رهبری، به مجتهدانی که رهبر را هم انتخاب میکنند نگفتن. این بسیار مهم. دومین مسئله‌ای که باید به این خیلی بهش توجه کرد این که آیت الله خامنه‌ای مدعی است که در زمان گویا پنهانی یا پنهانی از انظار امام دوازدهم، اونطوری که اونها مدعیان، ایشون نماینده امام دوازدهم و در نتیجه نماینده پیامبر و نه در نتیجه نماینده الله خداوند به روی زمینه و حرفش مقدس به حرف اونه و ایشون هرچی از مردم خواهش کرد که بیایید و بروید و رأی بدید حتی اگر از منم خوشتون نمیاد به خاطر نظام و این دفعه مسئله اسلام رو حتی کمتر مطرح کرد و ایران رو مطرح کرد، چون به احتمال بسیار قوی میدونه که این ایدولوژی اسلامی و حکومت اسلامی دیگر کارایی و برایشو نداره. مردم حرف اونو گوش نکردن. خیلی مهمه که حرف جانشین خدا رو گوش نکردن، جانشین امام پنهان رو گوش نکردن مردم و این یک بلوغ سیاسی بزرگ میکنه. دیگران از جمله رئیس قوه قضایی که مجتهد منتخب رهبره آمد گفت که این وظیفه شرعیه، همه باید برن به وظیفه شرعیشون عمل بکنن. مردم وظیفه شرعی رو جدی نگرفتن، خرد خودشون رو گذاشتن، از اون استفاده کردن و بر اساس اون تصمیم گرفتن و نرفتن. و دیگران از بزرگان امامان جمعه گوناگون که همه نمایندگان بیت رهبری در سراسر ایران هستند و سیاست‌ها و اوامر رهبر رو اجرا می‌کنند در روز جمعه، اینا همه هم تشویق کردند، هم تهدید کردند، هم گفتن نمی‌دونم وظیفه الهی اسلامی ایرانی، همه اینا رو هم گفت و مردم باز هم نرفتن. به این جنبه های این تحریم که در واقع رأی منه، این نشون میده که شهروند ایرانی داره از ایمان یا رفته از ایمان به طرف خرد خود بنیادش رفته، خودش تعیین میکنه که چه چیزی درست است و یا غلط و به دنبال حرفای گویا شرعی و یا مقدس این رهبران دینی دیگه حاضر نیست بره. برای این چی؟ برای اینکه 40 سال تجربه کرده، دروغ اینا رو دیده، بیلیاقتیشون رو دیده، ذات خشن و جنایتکارشون رو دیده که تعرض به همه چی میکنن، به جان و مال و ناموس همه، براشون هم فرقی نداره و سیاست هایی کردن که اصولا ایران بربادهه و خطر بسیار بزرگ داره برای وحدت ملی ایران. حالا اینا بعد از تمام این جریانات، ما همه کمابیش گزارش های افراد مستقل رو که دوربین به دست رفتن در حوزه ها، چه در درونش چه در بیرونش فیلم برداری کردن، توی این فضای مجازی دیدیم که همه جا از شهرهای کوچیک و بزرگ خلوته. تقلبا رو دیدیم که پیرمردی نشسته اونجا با شناسنامش در دستش و میگه من رفتم رأی بدم، به من گفتن شما رأی دادی، میگه من اصلا رأی ندادم، میگن ولی اسمت هست که رأی دادی در یه حوزه دیگری، میگه این پس چرا مهر نداره؟ اگه من اومدم رأی دادم چرا شناسنامه مهر نداره؟ یعنی نشون میده که تقلب فراوان به این ترتیب انجام گرفته. و با وجود تمام اینا من فکر میکنم یه چیزی بین 15-20% رفتن رأی دادن، اما باید ما توجه بکنیم که این 15-20% هم رأی واقعی نیست، چون یه عده‌ای رفتن اعتقادشون بود که برویم و رأی سفید بندازیم و ما میدونیم که نه
بر اخذ آرا، کسب آرا و نه در شمارش آرا نظارت بی‌طرفانه و سالم وجود نداره. اونا هر کاری که میخوان همواره کرده بودن تو این 40 سال گذشته، این بارم کردن. یک بخشی نگران این بودن که اگر نروند و مهر در شناسنامشون نخوره ممکن است بعدن برای خودشون، خانوادهشون، فرزندانشون اینا اشکال به وجود بیاد. یعنی از سر ترس و نگرانی رفتن، نه اینکه واقعا مدام. و واقعیت اینه که حتی اگر ما بپذیریم که اون 20% رفتن که میتوانن فک و فامیل به هر حال افراد نظام باشن، چون ما بالاخره سپاه هست، ارتش هست، نیروهای انتظامی هستند، ادارات هستند و تمام اینا خب خانواده دارن، خانواده و دورورشون اینا 3-4 میلیونی خواهد بود. به هر حال واقعیت اینه که یک نه بزرگ اکثریت، حالا اگه اون 20% رو بپذیریم که واقعا اونا بودن فرضاً، که به نظر من نبودن، ولی فرض کنیم که باشن، یک از اکثریت بسیار بزرگ جامعه ایران به اینها گفته نه و متمدنانه ترین راه رو برای نشون دادن اینکه این حکومت را نمیخواهد رفته نشان داده. و این شکست بسیار بسیار بزرگی برای حکومتگران است، چون شرکتی رو که قبلا انجام میگرفت به هر دلیل، رهبر نظام همواره و یا وزیر امور خارجش همواره از اون استفاده میکردن تحت عنوان بیعت اکثریت جامعه با ما. و یا همین آقای ظریف میگفتش که اگر شما میگید ما زندانی سیاسی داریم، ما شکنجه میکنیم، ما آزادی نداریم، چرا 70-80% میان به ما رأی میدهند؟ میدونید سوء استفاده میکرد و مغلطه میکرد و تحریف میکرد واقعیت ها رو و نمیگفت که موقعی که اینها اعلام کردن به همین آقای روحانی در دور دوم آقای دستمالچی، من یه سوال دارم. ببینید، یکی از چیزایی که حالا خود نظام که میگه هیچ، خب بخشی هم در حتی خارج از کشور حالا ظاهرا خودشون اپوزیسیون میدونن، و اون این که میگن آقا اگر رژیم جمهوری اسلامی از هم بپاشه و برود، ایران هم از هم میپاشد. یعنی دارن این مسئله را عنوان میکنن. من بخواستم کوتاه راجع به این مسئله شما نظر خودتون رو بگید، که چون فقط این طرفداران یا اصلاح طلبان یا خود حالا همه نظام نیست که داره این حرف رو میزنه، بلکه بخشی از اونهایی که ظاهرن خارج از نظام هستن، حالا چه در داخل و چه در خارج از کشور، هم این صحبت رو میکردن. این مسئله رو شما چگونه میبینید؟ به نظر من واقعیت نداره. و اونایی که این حرف رو میزنن، ببینید، این طرفداران خجالتی نظام هستن که دیگه روشون نمیشه رسمی علنی دفاع کنن، ترس ایجاد میکنن که در مورد علیه این نظام کاری نکنید و نکنیم چون ایران خواهد پاشید. به نظر من ادامه این حکومت درست عکس مسئله است. ادامه این حکومت وحدت ملی ما ایرانیان رو به خطر میندازه، تمامیت ارضی ایران رو به خطر میندازه و اصولا ملت رو به جان هم خواهد انداخت با سیاست هایی که اینها کردن. به همین دلیل من فکر میکنم این از جمله سیاست‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران هست که این شایعه رو پخش می‌کنند
حالا یه دیگه هم اثر احتمالاً ناآگاهی این رو تکرار میکنن که اگر ما برویم ایران تکه پاره خواهد شد. خیر، اگر شما بروید و ما یک ایران آزاد داشته باشیم که همه در برابر قانون مساوی باشند از نظر حقوقی، دیگه انسانها رو به سنی و شیعه و زن و مرد و غیر مسلمان و اینا تقسیم نکنیم و اینا رو از حقوقشون محروم نکنیم و یک نظم دموکراتیک داشته باشیم که هر کس بتواند انتخاب بشود، تمام مسئله گریز از مرکزی رو که الان به وجود اومده از میان خواهد رفت، برای اینکه هر کس میبینه در اونجا که از نظر حقوقی با دیگران فرقی نمیکنه، بدون توجه به دین و مذهب، مرام و مسلک، جنسیت، قومیت و هر چیز دیگری دارای حقوق یکسان با دیگری در برابر قانونه و مشترکاً ما میتوانیم این کشور رو بسازیم. من فکر میکنم نباید به دام اون بحثا افتاد. اون پشتش حتماً ارزیابی من اینه که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران هستن و یه عده‌ای که جمهوری اسلامی رو دوست دارن، حکومت اسلامی رو دوست دارن، ولی دیگه روشون نمیشه مستقیم دفاع کنن، اما به این ترتیب میگن شما کاری نکنید، ممکنه اینطوری شه. مرسی. خب برمیگردیم با آقای سلیمی. آقای سلیمی، الان درست همون روز انتخابات یک مسئله دیگه هم اتفاق افتاد که برای جامعه ایران بسیار با اهمیته و اون این که ایران یا بهتره بگیم جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF قرار گرفت. یعنی این دو مسئله است، یکی مسئله مبارزه با پولشویی، اگر بخوایم این کلمه اختصاری رو بازش بکنیم، و یکی دیگه مبارزه بر علیه حمایت مالی از تروریسم جهانی. خب این چیزی هست که ظاهراً میبایست همه کشورها امضاش بکنن و همه کشورها امضا کردن و بجز ایران و کره شمالی، که خب حالا مسئله کره شمالی از نظر موقعیت جهانی با ایران که در منطقه خاورمیانه هست خیلی تفاوت داره، اما اون چی که میشه گفت اثرات این هست، حالا شما الان ببینید که ایران مورد تحریم هست، با ایران مبادلات صورت نمیگیره و حالا گویی این که در گذشته مسئله بانک‌های ایران به دلیل همین تحریم مشکلات زیادی رو داشتن، الان با تصویب این مسئله و رفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه، این باعث میشه که کلن نه تنها سیستم مالی و بانکی ایران که فلج بود فلجتر بشه، حتی دوستانش مثلا چین و روسیه هم قادر نخواهند بود از طریق سیستم بانکیشون به ایران پول حواله کنند یا پول بدن. و یک مسئله دیگر این که هموطنان باید بدونن از بعد از تصویب این مسئله، هر ایرانی با پاسپورت ایرانی اگر در هر کشور جهان بخواد حساب بانکی باز کنه، اون بانک براش باز نخواهد کرد، چون با پاسپورت ایرانی. حالا اونایی که دو پاسه هستن اون مسئلهش تفاوت داره، به طور طبیعی با اون پاسه اون کشور خودی که درش زندگی میکنن این کار رو خواهند کرد، در واقع تابعیت اونجا رو دارن، چون این میتونه در بعضی موارد از دید این سازمان این باشه که یک نفر ایرانی، چه کمانی که جمهوری اسلامی هم از این کار را زیاد کرده، بره حساب باز کنه و بعد یه دفعه متوجه بشن که مسئله پول جا به جایی برای کمک به تروریسم بین الملل بوده و یا
مسئله پولشویی. حالا راجبه این مسئله هم میخواستم یه مقدار کوتاه شما نظرتون رو بگید و بعد در رابطه با انتخابات دور بعد که صحبت خواهید کرد واقعا پیشبینی چه خواهد بود؟ گویی که الان مسئله کرونا پیش آمده، آقای دستمالچی هم تو صحبتاشون توضیح دادن اصلا این مسئله رو برد در یک محاق تقریبا، چون مردم اگر این اتفاق نیفتاده بود قضیه به یه شکل دیگه ای شاید به پیش می رفت. راجع به این دو مسئله کوتاه، در واقع هر کدومش کوتاه صحبتی بکنید، نظرتون رو بگید تا بعد ببینیم مرحله بعدی چه خواهد بود بعد از این انتخابات، چون یه استراتژی رو مردم برای خودشون گذاشتن و بسیاری هم به دنبال این پشت این مسئله رو گرفتن، تحریم انتخابات نه به جمهوری اسلامی، و این پاسخ داد و پاسخ بسیار خوب و مثبتی هم. حالا مرحله بعدی این رو در دور بعدی صحبت خواهیم کرد، در این دور شما اشاره‌ای نداشته باشید. بله، خب ما میدونیم که این جریان 42% یک قصه است، یک به قول معروف شوخی است که با ملت کردند. اخبار زیادی نشون میده که اینا زیر 10% بودند، حتی از یک رقم 7.2% صحبت میشه. ما میدونیم که مردم وقتی که رای ندادند و هر حال یک محاصره از پایین در واقع، یعنی نارضایتی مردم یک محاصره است که پایگاه مشروعیت ضعیف اینها رو نشان داده که چه لایه های نازکی از به هر حال نیروهای ارتشی، سپاهیان و یا حزب مؤتلفه اون دمدسکای نانخورهای اونها، بخشی از مردم به هر حال بسیار بسیار ناگاه هم که در لایه های کم کوچکی از جامعه هستند شاید زیر این 10% رو تشکیل میدن، ولی اون گونه که اشاره شد بخش عظیمی از مردم ایران، حدود 90% مردم ایران از این رژیم فاصله گرفتن. اما یک انزوایی در جهان صورت گرفته بود، یک انزوایی که از سوی مردم اینها در واقع خودشون رو به اون کشاندند، یعنی ایزوله شدن و کنار رفتن و تمام اون جنایت هایی که کرده بودن با فریبی که در دور قبل در دوران روحانی داده بودن جواب نداد، مردم اومدن بیرون. این یه محاصره است از پایین، یه محاصره که اینا خودشون رو در این 18 ماه اخیر قرار دادند که در رابطه با اون جنگ به هر حال نامتقارن بود، اقداماتی بود که در اون رابطه کردند که اینها رو بیشتر در عرصه تروریسم در سطح جهان و از اون سو پاسخهایی که براش داشتن در یک جبهه دیگر در فساد و در ضمناً مسئله پولشویی در دنیا قرار داد، که نتیجه این سیاست نه مذاکره نه جنگ، جنگ رو که خب به دلایل گوناگون بررسی شد که اینا نمیتونن و نخواهند کرد و آمریکا هم وارد جنگ نشد، و اینکه اینها مذاکره را هم که به هر حال از خودشون مقاومت سرسختی نشون دادن، فکر میکردن که در یک وضعیت بهتری مذاکره خواهند کرد و یا شرایط مذاکره رو نمیپذیرن، در باطلاق نه مذاکره نه جنگ بودند که این جریان FATF در جهان اینها رو از 125 کشور در این ماجرا بودند، الان فعلا فقط دو کشور در لیست سیاه هستند. دقت بکنیم که افغانستان و پاکستان و روسیه و چین و عراق و ترکیه همه اینها بسیار بسیار محتاطند. خود افغانستان، خود پاکستان با 27 پونکت در واقع در این بود که در معرض وارد شدن در لیست خاکستری بود که باید کوشش کرد و قول داد که وارد این ماجراهای پولشویی نشه و احتیاط بکنه. اونها افغانستان بانکاش بسیار بسیار محتاطند. عراق در این زمینه خیلی حساس است، بانک های عراق، و به ایران اعلام کردن که در این زمینه نمیتونن با ایران همکاری بکنن. روسیه و چین که به هر حال وضعیت دیگه ای دارند، به این ترتیب چین خودش در یک جنگ تعرفه در این یک سال و نیم اخیر با آمریکا حجم و مبادلاتش بسیار بسیار بالاست، جنگ تعرفه وضعیتی برای چین ایجاد کرده که نمیتونه شرایط FATF رو هم رعایت نکنه. بنابراین اون چه که تحریم های آمریکا بود همراه با این که
ایران رو فقط کره شمالی یعنی دو تا کشور بخواد با هم دیگر مراودات بانکی داشته باشن. اما چرا یک نکته رو باید همراه با این محاصره از پایین از سوی مردم، محاصره ای که تحریم برای ایران ایجاد کرده بود و محاصره ای که امروز کل دنیا از طریق FATF ایران رو زیر در این گازنبور فشار خودش قرار گرفته و ایران با این همه این خودکشی رو دارن میکنن. ببینید آقای لقایی، موضوع اینه که اینها دارن خودکشی میکنن. تا الان چند بار با تناب ضعیف کردن زمین خوردن نمردند، الان یه تناب قوی تر گرفتن برای خودکشی. این واقعیت ماجرا است. باید اینطوری ببینید که این تناب قوی تر رو گرفتن، اینا قصد دارن به قول شادروان بختیار میگفت اینا میخوان ایران رو نابود کنن. خب میکنن دیگه، این جمله طلایی شادروان زندیاب بختیار بود. اینا قسم خوردن که ایران رو نابود کنند. اینها الان یه تناب قوی گرفتند در جریان ماجرای FATF که کشورهای دیگر در واقع محاصره بانکی رو تقویت تأکید دارند. امروز اینها کوشش کرده بودن با پولهای چمدان پول بنزین بخرن در فرودگاه های بین المللی. امروز حتی اون سویفت که هیچ، FATF که هیچ، امروز حتی این شش کشور همسایه هم ما رو به خاطر در واقع مراودات مسئله کرونا در محاصره بردن. یعنی آخرین ضربه هم با کرونا اومد. شما ببینید اینا خودشون این مسئله ها میخوندن، دختر بدر دو جا امشب سه جا دارد ازا گاه میگوید حسن گاه مرتضا داوی رضا. شما ببینید اینا واقعا همون جورن، اینا در ایدئولوژی نابودند. اینا باید به هر حال ببرند. یک جریانی هست که این ماجرای ایزوله شدن جهانی چه از پایین چه از بالا چه از FATF چه امروز از این شش کشور همسایه ما، اینها وضعیتی ایجاد کرده که علی خامنه ای واقعا در به هر حال وضعیت پایانی قرار داره. این قمار آخر رو به چه امیدی میکنه؟ باید واقعا روی این دیالوگ ملی صورت بگیره. امروز ما دیالوگ ملی به عنوان من وارد استراتژی نمیخوام بشم، فقط میخوام این رو عرض کنم که ما در سال همین امسال سال 1398 خورشیدی 500 هزار میلیارد تومان به نقدینگی ما اضافه شده و بودجه در همین روزها با 114 رأی مخالف در مجلس، با لایحه بودجه با مخالفت مجلس در واقع روبرو است. و این مجلسی که اینها انتخاب کردن، اگرچه جناب دستارچی میگه که مردم اینها مشروعیت اینها را زیر سوال بردن، سال هاست که این مجالس نقشی نداره، ولی این جنگ قدرت بین گرک ها وارد در واقع این مجلس امروز خواهد شد. درسته که مردم به مجلس نگاهی دیگه ندارن، ولی از نگاه این که دشمن رو بشناسیم، نقاط ضعف این رژیم رو بشناسیم و بداریم که چه درون اینها داره میذاره، در این یک سال آینده که مجلس دسته به چای انقلاب و جنگ و اینها هست، اون گونه که قالیباف رو احتمالا میخوان بیارن بالای مجلس قرار بدن، رقیب اینها میره اونجا، این جنگ قدرت در همین یک سال آینده بین روحانی و اینها دارن همدیگر رو تکه پاره میکنن و علی خامنه ای با اون تناب در واقع دور گردن خودش یک دره داره به قهقرا میبره. ولی به هر حال این جامعه در واقع ایستاده و این جامعه در با نه تنها با حکم رأی خودش که در واقع مخالفت کردن با اینها، جامعه در درون حتی درون این قدرت اینها در حال تلاشی کامل هست. ما امیدی به این که جنگ قدرت اونجا هست نداریم. مردم شاهد این جنگ قدرت و این خودکشی ها هستند. تاکید من اینه که باید اینها را در این حالت هایی که امروز اینها به انزوا و جنگ قدرت و به تلاشی دارن میرسن، باید کاملا زیر نگاه دقیق گذاشت، اینها را آنالیز کرد تا راه در واقع مردم راه برون رفت از این بحران رو و راه ضربه فنی کردن اینها را در بیارن. در این قسمت من تاکیدم اینه که دیالوگ ملی ما، هر گونه دیالوگ ملی، باید بر این مبنا باشه که واقعا چگونگی انگیزه های اینها باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیره و میزان در واقع ضعف اینها در امروز داخل کشور و در سطح جهانی باید مورد بررسی قرار بگیره. و به هر حال اینکه روسیه امروز که حامی اینها بود و چین، این دو کشور در واقع چون ترکیه و کشورهای دیگر حداقل حمایت ها را هم ازشون نخواهند داشت، میمونه اینکه این بازی روسیه و چین با اینا چگونه خواهد شد. باید روی این مسئله دیالوگ ملی صورت بگیره. در قسمت بعدی که جناب عالی وارد این استراتژی شدید با صحبتمون رو خواهیم کرد.
بله، من یه اشاره‌ای بکنم. اشاره شد به کشور افغانستان و اینکه حتی افغانستان، یعنی همه کشورها دیگه، حتی افغانستان نداره این پروتکل و یا معاهده رو امضا کردن، تنها دو کشور. پول ملی ما یعنی تومان نسبت به پول افغانستان در این دو ساله اخیر، یعنی از سال 96 تا الان که سال 98 هست، 4 برابر کاهش پیدا کرده. یعنی شما در 2 سال پیش 1,000,000 تومان که می بردید در افغانستان، 20,000 افغانی که واحد پول افغانستان شما می گرفتید. و الان اگر این، البته قبل از بردن ایران در لیست سیاه، یه دفعه دلار دوباره رفت بالا نزدیک 1500، الان بالای 15,000 تومان شد. 15,500 تومان. الان اگر قبل از این، قبل از وارد شدن ایران به لیست سیاه، اگر 1,000,000 تومان میرفت افغانستان، در آذر ماه یا در آبان ماه شما به جای 20,000 افغانی که 2 سال پیش میگرفتید، 5,000 افغانی میگیرید. یعنی حتی پول تومان ما نسبت به پول افغانستان 400% کاهش داره. حالا ببینید دیگه وضعیت اقتصادی در چه زمینه است که من اینم خواستم بگم. خب آقای دستمالچی، الان برمیگردیم به این که خب بعد از این تحریم انتخابات و این که الان مسئله کرونا واقعا اصلا تمام فکر و ذکر مردم ایران رو گرفته و به مسائل دیگه شاید که حتما کمتر فکر میکنن، ولی به هر حال استراتژی بعدی یا چیز بعد چه چیز یا چه چیزهایی میتونه باشه که این آخرین نفسهایی که رژیم داره میزنه واقعا نذارن دو مرتبه با تنفس مسئولی نگرش دارن و این سیم تنفس مسئولی کشیده بشه و اون تناب داری که آقای سلیمی ازش اسم بردن دیگه این بار پاره نشه بیافتن این زمین. ببینید، من فکر میکنم آنچه که در ایران اتفاق میفته، شما ببینید که مثلا 2 سال پیش که قیام دی ماه شد و این قیام در حدود 6 ماه بعد از انتخاب آقای روحانی انجام گرفت که میگفتن 18 میلیون رأی آورده و اصلاح طلبان حکومتی در ایران و جریان‌های بسیار متفاوت اونها در خارج از کشور که پیروان حکومت دینی ولی خجالتیش بودن، تبلیغات بسیار بزرگی را انداختن که ببینید بله مردم این راه رو انتخاب کردن. اینا 6 ماه بعد در قیامی که همزمان در بیش از 90 شهر ایران اتفاق افتاد، تمام این نوع بحثا و این دفتر اصولگرایی، نمیدونم اصلاح طلبی که در حدود 25 سال نفس اپوزیسیون رو گرفته بود، همه بسته شد. گفتن اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمام ماجرا. و از اون به بعد جریان شدت پیدا کرد و تا همین قیام آبان ماه که تحت عنوان گرانی بنزین در 29 استان کشور از 31 استان در بیش از 100 شهر قیام شد و قیامایی که هدف اصلیش برچیدن حکومت دینی در ایران بود به درستی. و این شرایطی که این جنبش به وجود آورد و شکست‌های عملی رو که سیاست‌های غلط و بی‌لیاقتی‌های مدیریتی و اینا داشت، اپوزیسیون رو از اونایی که حکومت دینی می‌خواستن، اصلاح طلبایی که حکومت دینی می‌خواستن، تا کسانی که با اونها به طور خجالتی وحدت نظر داشتن ولی حالا یه طور دیگه توجیه می‌کردن،
اینا حتی در خارج از کشور تغییر سیاست دادن. یعنی در انتخابات تحریم انتخابات اخیر شما دیدید که حتی بدون انسجام لازم و بدون ائتلاف لازم از طریق گفتگو و تفاهم یک ائتلاف عملی انجام گرفت در درون ایران و بیرون ایران در رابطه با تحریم اینها و نگفتن به جمهوری اسلامی. به نظر من ما اگر بپذیریم که ملت ایران یک مجموعه متکثره، بعد اینو بپذیریم که ملت ایران فقط این حزب یا اون حزب نیست و همه اینها با تمام تکثرش ایرانیایی هستند که دارای حق زندگی و حق مساوی با دیگران دارن در درون ایران در برابر قانون. در نتیجه من فکر میکنم که امکان توافق اپوزیسیون و اصولا ملت ایران بر سر یک ظرف دموکراتیکی که به همه حقوق مساوی میده وجود داره. اصلا این نوع کشورها وجود دارن. در همین آلمان که ما زندگی میکنیم بین احزاب از سبزها گرفته تا سوسیال دموکراتها، دموکرات مسیحیها، چپها، راستها، اینا در میان اینها که ارزیابی های مشترک از تاریخ و یا ارزش های مورد پذیرششون وجود نداره که هر کی حرف خوشو میزنه. درستم هست، اما سر ظرف دموکراتیکی که به همه حقوق مساوی میده توافق دارن. و مسئله سیاست دستیازی به یک حقیقت مطلق نیست، بلکه در سیاست در آلمان این حقوق مساوی ظرف مشترک من و شما و دیگرانه. اگر ملت به آقای لقایی و حزبش رأی دادن و ایشون اکثریت رو به دست آورد و یا در یک ائتلاف اکثریت رو داشت، میتواند اداره امور عمومی کشور رو به دست بگیره با التزام عملی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی آزادی رو خدشه‌دار نکنه. آزادی سیاسی یعنی حق مشارکت سیاسی در اداره امور عمومی جامعه بدون ترس. یعنی چی؟ یعنی احزاب آزاد باشن، یعنی مطبوعات آزاد باشن، یعنی زندانی سیاسی نداشته باشیم، یعنی جوامع مدنی آزاد باشن و حقوق اقلیت‌ها و اصولاً حیثیت و کرامت انسان خدشه‌ناپذیر باشه بدون توجه به دین و مذهب یا مرام و مسلک یا جنسیت یا هر چیز دیگه. به نظر من اپوزیسیون ایران و ملت ایران بر سر این ظرف دموکراتیک میتواند و باید توافق بکنه. چاره دیگه هم نیست. این تاریخ، این کشورهایی که امروز در جهان وجود دارن، کشورهایی که دموکراتیک هستن، کشورهایی که تونستن رفاه به وجود بیارن، کشورهایی که در اونها آزادی یعنی حق مشارکت شهروند در اداره امور عمومی جامعه به رسمیت میشناخته شده میشه و ترس هم ندارن، همین دموکراسی های پارلمانی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. بقیه واژه ها بقیه نارساست. میدونید به همین دلیل ما باید واقعیت های جهانی رو ببینیم. ما کشوری رو که جامعه رو که میخواییم بسازیم نمونه ها رو بگیم، از ژاپن گرفته تا استرالیا تا کانادا تا امریکا تا سوئد و نروژ و سوئیس و اینا همه روی این دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر هستن. ما چیز دیگری هم نمیتونیم بریم کشف بکنیم، وجود فعلا نداره.
و اون عده‌ای که تصورات رهایی نهایی بشریت و یا ایرانی رو در کلاشون تصور میکنن باید از این توهمات دست بردارن. رهایی نهایی در سیاست یعنی همون ایده امام زمانی که کسی بیاید بشریت رو نجات بده، و همچین چیزی وجود نداره. اونجایی که اومدن چنین بکنن از جامعه استالینی گرفته تا جامعه امام خمینی و غیره فاجعه آفریدن. ما بپذیریم که راه ملت ایران که ملتی است مثل همه متکثر و سیال در همین دموکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق بشره، و روی این میتوان دوام کرد. برای چی؟ برای اینکه به همه حقوق مساوی در برابر قانون میده و به همه آزادیشون رو تضمین میکنه. مرسی. یعنی در واقع در یک جمله دموکراسی پارلمانی که قانون اساسیش متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست دیگه، این که نوع یا شکل ظاهری نظام چه باشد این مسئله میشه گفت بعدی هست و یا فرعی خواهد بود. اون یک بند جناب لقایی، اون این که اون شخصی که بالای رأس کشوره مثلا سوئد و نروژ و دانمارک و هلند و انگلستان و یا غیره یا آلمان و جای دیگه، این که اون فردی که اون بالا وحدت ملی رو نمایندگی میکنه نمادش میشه، یک بند از مجموعه 180 بند قانون اساسی است. اون رو به عهده مجلس مؤسسان بگذارید. خب خیلی ممنون از شما آقای سلیمی. آقای دستمالچی، استراتژی و برنامه بعد از این مسئله رو همین تعریفی که کردم، یعنی دموکراسی پارلمانی که قانون اساسیش متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، چیزی که به هر حال ما در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان حالا در هر قاره‌ای که هستن داریم می‌بینیم. من می‌خواستم در این زمینه نظر شما رو بپرسم و توضیح و اینکه یه مقدارم خلاصه. جسارتاً عرض کنم جناب آقای لقایی، چون این یک شاید یک چیز زبانی باشه، جناب آقای دستمالچی هدف رو توضیح دادند و هدف رو شفاف کردند و من هم نظرم که البته خب در یک ابعادی به فرمایش شما شاید میشه این رو اینطور هم تفسیر کرد که هدف استراتژیک هم در درون در دل همین هدفی که هدف نهایی هست میتونه نهفته باشه. اما به گمان من ما یه صحبتی داریم امروز که من این رو چون شفافیت هدف که هم شما به درستی اون رو دنبال میکنید که این رو این سالها رو این درگیری بود که خود جناب پرویز دستمالچی جز از شمار نادر کسانی بود که روی شفافیت این هدف کار کرد. این هدف در درون ملی باوران گم شده بود، این هدف در درون مشروطه خواهان گم شده بود یا قادر نبودن این رو توضیح بدند، این هدف در بین جمهوری خواهانی که لابی این حکومت اسلامی بودن گم شده بود، در سوسیالیست ها به گونه دیگری اصلا قابل قدردانی یا قابل شناسایی نبوده این هدف. این هدف الان شفاف شده و مردم با گامی که برداشتن نشون دادن که آمادگی پتانسیل آمادگی اینا دارن، در بلغفه آمادگی اینا بردارن که این هدف رو شناسایی کنن که امروز یک دولت برای غیر از دینی فرای دینی میخوان، اما این فعلا نهش رو دادن. چی چیزی؟ من اجازه میخوام که یک کمی وقت بدید تا من یک نقطه ای رو روشن کنم. ببینید ما در جامعه ما اگر چنانچه اون چی که الان راجع به شفافیت هدف هست فکر بکنیم که اصلا این هدف رو غیر از 10% یا 15% جامعه به فرض بیشتر از 10 میلیون جمعیت ایران حتی قبول بکنن، شفافیت که دموکراسی پارلمانی مبتنی بر حقوق بشر باید در ایران به وجود بیاد، و
به فرض اینکه این فرضیه اول ما رو بگیریم که اصلا تحقق پیدا کرده، اون وقت میایم وارد این میشیم که به چه شیوه هایی میخوام این رو پیاده بکنم. بذارید مقدار مشخص صحبت کنیم. آیا این هدف در مشروطه خواهان جا افتاده؟ نه. چطور جا نیفتاده؟ برای اینکه این مسئله در تبلیغ نشده. شفافیت این سالها بین مشروطیت و جمهوری بحث بوده، درگیری بوده و قادر نبوده این ذهن گفتمانساز این رو در بین مردم با این شفافیت ببره. هنوز هدف در واقع جا افتاده نیست. به فرض اینکه هدف در بین اونها، در جمهوری خواهانی که چند نوع از جمهوری خواهان فدرال، طرفدار فدرالیسم، از جمهوری خواهی که از همین رژیم به شکل در واقع خجلت زده دفاع میکرد، از جمهوری خواهانی که میان از جمهوری برانداز صحبت میکنن، آیا از جمهوریت میفهمن دقیقا که جمهوریت با به عنوان ساختار با شکل جمهوری میتونه در تعارض پیدا بکنه که شکل و محتوا میتونن همدیگر رو در واقع در تعارض جامعه رو باعث بشه که این در واقع جمهوری خواهی جمهوریت نباشه و به طرف نیروهای دیگری که امروز دارن علیه فاشیسم مبارزه میکنن با این اتحاد همراه نباشند؟ خب در جمهوری خواهان هم دچار مشکله، در بین ملی گرایان هم یک جور دیگر مشکله، اگرچه ملی گرایان جمهوری خواهان هستن یک جوری مشکل هست، در بین سوسیالیست ها جا نیفتاده. وقتی که هدف به شفافیت رسیده، شما یک گام در واقع برای پیش بردن این هدف باید کوشش بکنی، بعد میرسی به این که با چه استراتژی به این میخوای برسی. مردم در واقع تحریم رو کردند، اما پس از تحریم میخوان شعار انتخابات آزاد رو برای شرکت بکنن، میخوان جناب لقایی به طرف یک در واقع رفراندوم برند، میخوان از طریق مبارزه گسترده برای زندانیان سیاسی این راه رو دنبال بکنن، یا اینکه امروز چون انقلاب امری است حادث در شرایطی که جامعه در بحران بیماری داره میسوزه، اون گونه که به فرض بعضی از کشورهای آمریکای لاتین در یک شرایطهای ویژه خودشون وقتی که به امر نیمه دموکراسی ها نزدیک میشدن بحرانهای ویژه هم درش بود، یا وقتی که به هر حال روسیه به اون انقلاب و بلشویکی خودش رسید، جنگ جهانی اول هم در گرفته بود که بعد زمینه انقلاب در واقع اکتبر رو فراهم کرده بود. آیا این ماجرای کرونا که دیگه تیل آخری هست، اون تناب کلوفتی هست که به هر حال کشورهای دیگر هم علی خامنه ای رو تحریم کردن و ملت ایران همراه با تمام انزوای جهانی در یک انزوای در واقع از سوی همسایگان هم رفت، آیا ملت ایران از این ترس، از این واهمه که امروز از این بیماری هست، به سمت یک در واقع جانفشانی بزرگ، به سمت یک خودگردانی خواهنخواه این مرگ داره؟ متاسفم واقعا گفتن این رقتنگیزه. این مرگ در خونه های زیادی رو داره میزنه، این مرگ در خیلی از خونه ها رو از جوانان ملت تا برور سالخوردگان رو ملت رو داره میبره. آیا این یک ترسی بیشتر در دل مردم ایجاد خواهد کرد، یا اینکه کجا این ملت از خاکستر خودش باید بلند شه، هیئت های خودگردانی رو ایجاد بکنه که از این انزوایی که این رژیم درش گیر کرده بخواد در واقع این جانفشانی که ملت در جوانان و در قیام در ماشهر و در کرج و در اصفهان و در نمیدونم همه جای استانهای کشور کردن، امروز در واقع بلند شن و این وضعیتی رو که هر روزی که این حکومت ادامه حیات پیدا میکنه هزاران نفر دیگر انسان در این فقر و بیماری و بیمسکنی دارن میسوزند. ما امروز باید این رو روش تأمل بکنیم که آیا می شود از درون این بحران، این بیماری، این انزوای جهانی، این یکی از این استراتژی یا چند استراتژی رو با هم دیگر در واقع اتخاذ کنیم. اگر باز هم دقایقی به من فرصت بدید، من این رو نزدیکتر بشم، این رو یه خورده ژرف‌تر بکنم. ما در اینجا قرار گرفتیم که ما به گمان من نه مشروطه خواهان، نه جمهوری خواهان از شکل‌های گوناگونش، نه سوسیالیست ها استراتژی معینی ندارند. استراتژی در ایران جا افتاده نیست. تنها جریانی که یک استراتژی داره، یک رهبری داره، یک سازمانی داره، سازمان مجاهدین خلقه، ولی اونها هدفشون اشتباست. خدا نکنه اگر قدرت به دست اونها بیفته، چون هدف اونها اشتباست. اون گونه که آقای دستمالچی از هدف درست حرف میزنه، حداقل دیگرانی که استراتژی روشن فعلا ندارند باید دنبال یک دیالوگ ملی باشند تا به یک استراتژی برسن، تا اونهایی که حتی تازه به این دوران جدیدی از
نفی این رژیم رسیدن همراه با اونهایی که سالها براندازی این رژیم رو به عنوان یک هدف ترکیبی برای رسیدن به دموکراسی در واقع در دستور کار قرار داده بودند، این تازه به دوران رسیده ها ادعای رهبری نکنن و ضمناً هر کسی به تنهایی هم فکر نکنه که با یک گروه کوچک می شود در واقع ایران رو نجات داد یا به بیگانه مثلا یک امیدهایی ببنده. هیچ استراتژی در ایران نمیتونه از یک گروه کوچک در بیاد. از درون یک دیالوگ ملی تمام اونهایی که در دور جدید به این رسیدن که از این رژیم دیگه چیزی خیلی بر نخواهد خواست، تمام اونهایی که در گذشته روی مسئله براندازی فکر میکردن ولی به شفافیت هدف نرسیده بودن، باید دل رو یک دله بکنند. باید در واقع این اتحاد و این ائتلاف رو در یک چارچوب هر چه زودتر، به قول آلمانا میگن دیروز بهتر بود تا امروز، فردا که دیگه همیشه دیره، برای همیشه دیره. ما وظایف انجام نشده رو، یک نکته رو به تمام این گروه های مشروطه خواه و جمهوری خواهان و برانداز طرفدار دموکراسی پارلمانی مبتنی بر حقوق بشر بگم، به اون سوسیالیستایی که منطقی تر فکر میکنن، به هر کدوم اینها به عنوان یک شهروند دارم به اینها میگم که شما عزیزان هیچ کدومتون استراتژی ندارید. بحث راجب دولت موقت و شورا و انقلاب و قانون اساسی اینا بحثای ده قدم بعده. برنامه های سیاسی اجرایی شما برنامه های کهنه مال جنگ سرده، اونها هم فایده نداره. هدفی رو که امروز پرویستان و دستمال چین میگی رو اگر پذیرفتید، پذیرفتید، اگر تونستید بین خودتون به این برسید که واقعا ایران رو یک گروه کوچک نمیتونه مثل بولشویسم، مثل کاستریسم آزاد بکنه، و باید این رو هم قبول بکنید که استراتژی ندارید. استراتژی های شما موقع توافق یک دیالوگ ملی قرار نگرفته. بنابراین یه چیز میمونه، فروتنیتون، هوشتون، نبوغتون و اینکه بگذرید از حرفاتون وارد این میدان بشید، استراتژی رو بجورید. مردم ایران در حال، ایران در حال نابودی است. چگونه میتونیم به خودمون بگیم ایران در حال نابودی است؟ تمام صحبت هایی که ما داخل ایران داریم، بارها به ما گفتن، بارها با هر گونه زبانی به ما گفتن که یک راهی رو تعیین بکنید، یک نقشه رو تعیین بکنید که با هم دیگر دل رو یک دله بکنید. ایران اینترنشنال یه چیزی میگه، سایت تلویزیون بی بی سی یک چیزی میگه، رادیو فردا یه چیزی میگه، تلویزیون فلان یه چیزی میگه، هر کی یه چیزی میگه، یکی به تنهایی میگه فقط با قیام میشه این کشور رو آزاد کرد. خب ادعی میگن اعتصابات عمومی و اعتراضا و اینها مهمه، اینها همه اشکال مبارزه است. چگونه استراتژی در جامعه انتخابات آزاد میتونه یک گام استراتژیک باشه؟ مردم رو حول رفراندوم جمع کردن میتونه یک گام استراتژیک باشه. مبارزه برای پیشرفت های در واقع رسیدن به انتخابات آزاد آقای لقایی، این مجموعه میتونه یک گام های استراتژیک باشه. باید دید که چگونه این استراتژی رو، و بعد باید ببینیم که نیروهای ما رو، این مهمترین نکته استراتژیه. اینها موضوعات استراتژیک هستن، نقشه های استراتژیکی هستن. موضوعات رو گفتیم، نقشه های راه رو گفتیم. باید ببینیم که از کجا باید نیروهای امروز ما چی هستن. اگر فردا بسیجی ها 12,000 پایگاه بسیج گذاشتن از ترس کرونا در رفتند، مثل اون زمانی که ارتش زار برها روسیه سفید اونها میذاشتن میرفتن، نیروی ارتش سرخ به تدریج شکل میگرفت. واحد های خودگردان در جامعه ما چگونه شکل میگیرن؟ واحد های خودگردان بدون این که صرفا سیاسی بکنن، باید یک مبارزه اجتماعی سیاسی مبتنی بر فناوری های امروز، مبتنی بر دانش مقابله با کرونا که آمیخته شده با اشکال اجتماعی حرکت ما، مبتنی به وضعیت روانی جامعه ما، باید یک واحد های خودگردان، یعنی این گروه هایی که در شهرها شکل میگیرن. رژیم عزیزان در داخل و خارج به عنوان یک کسی که از سالهای پیش از انقلاب رژیم مرده، وارد این بشویم که در واقع از پایین این ستاد گذر از بحران ملی رو تشکیل بدیم، به این ستاد به طور عمودی از بالا جناب آقای لقایی تشکیل نمیشه. واحد های خودگردان این ستاد از پایین تشکیل میشه و اون هم با نگاه های گوناگون، باید درش دکتر داروساز باشه، یه پزشک باشه، یه جامعه شناس باشه، با هم باید در هر منطقه روی این مسئله فکر بکنن که نان رو از نانوایی چطور بگیرن،
دارو رو چطور بگیرن؟ اینجا رابطه‌ای چین نیست، اینجا قرنطینه اونجا نیست. همین واحدهای خودگردانی که امروز میدونن 90% جامعه ایران با این رژیم مخالفت کرده، امروز پا دارن در جامعه، میتوانند این راه ها رو، این استراتژی، چند گام دیگر رو به کمک هم دیگر از پایین در واقع سازمان بدن. حالا راجع به این مسئله بعدم باید صحبت کرد، ولی شما چون به رفراندوم و یا انتخابات آزاد اشاره کردی، خب عده‌ای هم بر این نظر هستن که تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی هست مگر ممکنه انتخابات آزادی در اون مملکت صورت بگیره، یا مگر ممکنه بشود با وجود این رژیم رفراندوم کرد؟ یعنی میگن از همون این تقریبا غیر ممکن هست، در نتیجه باید رژیم رو براندازی کرد. منطقه از اونجایی که ما میشه گفت یه مقدارم بیشتر از وقتمون صحبت کردیم، من فقط خواستم نظر دیگری رو هم در اینجا عنوان کنم، ولی حتما این بحث استراتژی رو بعداً دنبال خواهیم کرد و صحبت در موردش خواهیم کرد. من از هر دوی شما تشکر میکنم و همینطور از گردانندگان رادیو مانی که زحمت فراوانی رو در این زمینه میکشن، به خصوص خود آقای مانی. و باز هم آقای لقایی عزیز جان، من از شما خیلی عذر میخوام، یه نکته رو من تاکید بکنم عزیزان. ببینید، سرنگونی هدف این دوره ماست. برای رسیدن به سرنگونی که این رو تأکیدن هم شما گفتید، جناب علی گفتید، هم جناب آقای اسماعیلی و هم من بارها تأکید کردیم، این مانعی در واقع این نیست که برای رسیدن به سرنگونی جامعه ایران چه اهدافی رو جلوی روی خودش بذاره که هم سلبی و هم ایجابی حرکت بکنه. ما برای در راه سرنگونی این رژیم که تاراج و یغما و جنایت رو در دستور کار خودش داشته حرکت میکنیم، برای سرنگون کردن این حکومت. اما راههایی هست که میتونه مردم رو به طور ایجابی در واقع بسیج بکنه، انگیزش ایجاد کنه و اینها رو به سوی یک هدفی ببره که بعد در کنار گام بعدیش سرنگونی خواهد. باز حتما در برنامه‌های بعدی راجع به این مسئله صحبت میکنیم. من امیدوارم این برنامه مورد قبول و استفاده بینندگان و شنوندگان واقع بشه. و باز هم در پایان واقعا تأسف همه کسانی که در رادیو مانی هستن و همینطور دوستانی که الان در این میزگرد حضور دارن و خود من، تأسف واقعا عمیق اون رو برای این مسئله کرونا که در ایران پیش اومده، که ناشی از بی‌لیاقتی و بی‌مدیریتی و یا هر چیز دیگری که ممکن هست گفته بشه این رژیم هست، تأسف عمیق خودمون رو واقعا میگیم. و چیزی جز این بیان میشه گفت قاصر است از گفتن اون چیزی که امروز در ایران اتفاق افتاده و داره ادامه پیدا میکنه متاسفانه، و من امیدوارم که تبدیل به یک فاجعه عظیم نشه. با تشکر از همه شما. خیلی ممنون.